برنج رو میریزید مقداری رو که لازم دارید، بعد آب جوش میارین، آب جوش میریزین روی این برنج، به مدت نیم ساعت میذارید بمونه. حتما باید از قابلمه تفلون استفاده کنید، یه قابلمه مناسب آب میریزین، آب اضافی برنج رو خالی میکن، آب اضافی برنج رو خالی میکنیم. برنج رو میریزیم توی آب جوش. و میزنیم که برنج جوش بیاد. اینجا برنج داره به جوش اومده، داره میجوشه و برای حدود 8 دقیقه تا 10 دقیقه لازمه که این برنج بجوشه و بعد ما اونو نمک بهش اضافه میکنیم آخر سر و خالیش میکنیم. الان موقعیه که من دیگه باید این برنج رو خاموشش بکنم. بعد ما یه روش داریم، بهش میگیم این موقع به برنج یک لیوان آب سرد اضافه میکنیم و به برنج ما شوک میدیم با این حالت و باعث میشه که قد برنج بلندتر بشه با این کار. بعد از این مرحله نمک بهش اضافه میکنم و برنج رو آب کش میکنم. برنجو خالی میکنم. این آب جوشه که من رو برنج میریزم. از بهترین راه های خالی کردن برنج توی آبکش، باعث میشه که برنج به هم نچسبه. دوستان عزیز، من میخوام الان تدیک درست بکنم با این برنج. مقداری کره که قبلا هم نوه درست کرده آماده کردن اینو کره رو من آموزش داده بودم، مقداری کره تو قابلمه میریزیم. کمی هم روغن مایه بهش اضافه میکنیم، درجه حرارت کم میکنیم. قبلا سیب زمینی میخوام، تدیک سیب زمینی و برنج رو مخلوط بذارم. من قبلا 2 عدد سیب زمینی رو خرد کردم، برش زدم به این شکل. کف قابلمه میذاریم، حرارت رو کم میکنیم که روغن نپره توی صورتمون. این مرحله برای برنج ما اضافه میکنیم. این برنج رو قالبی در بیارم، به خاطر همین یه خورده روش رو
مرتب میکنم، صاف میکنم. چند تا با ته کفگیرمون سوراخ درست میکنیم که بخار بیاد از اون زیر، بخار برنج بیاد بالا. سر قابلمه رو می‌بندیم. هنوز بعد درجه‌مون رو زیاد میکنیم، مراقب هستیم تا بخار قشنگ بیاد روی برنج. وقتی بخار اومد درجه رو کم میکنیم. دوستان عزیز به این شکلی الان 5 دقیقه گذشته، دیگه درجه رو کم میکنیم. یه درجه 4 من گذاشتم، کمی کمی میدیم روی برنج یا روغن هر جوری که مایل هستید و به مدت نیم ساعت اجازه میدیم برنج دم بکشه و یک تریگ قشنگ خوش رنگ درست بشه. دوستان عزیز الان بعد از نیم ساعت برنج ما کامل دم کشیده، زیرش خاموش میکنیم و اونو توی ظرف مناسب میذاریم.